بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، وقت همگی شما بخیر. اعضای خانواده آکادمی بلگه، جلسه چهارم ما در قسمت ورد هست. بریم ورد خود را باز بکنیم. در این جلسه ما این قسمت استایل را ادامه میدیم که استایل چی هست و استایل به چی صورت کار میکنه. میم یک متن را جور میکنیم، حدود یک 8 پاراگراف هم ما برش میتیم. متن خود را آمدیم جور کردیم و در این قسمت یک عنوان برش میدیم، کامپیوتر. در اینجا میم یک عنوان دیگه میتیم، میگیم که هارد ویر. سافت ویر. در اینجا میال یک متن دیگه جور میکنیم. قسمت استایل چیکار میکنه؟ استایل میبینید با نام های مختلف در این قسمت هست. استایل اینها، حالا هر متن که از اینجا شما انتخاب میکنین دو قسمت نظر به همون فونتی که ای داره، این متن چی میشه تغییر میکنه. نو اسپیس میبینین، بدون کدام فاصله ای هم ای گرفت، ولی ده هیدینگ یک رسیدیم، ای تیگ استایل گرفت، ده ای شکل رسیدیم ای تیگ استایل، امی متن ما آمد به خود گرفت که هر استایل همین متن نظر به همین استایل که ده اینجا شما میگیرین چی میکنه تغییر میکنه. و اینها را شما ما میتونیم که اینا رو چیکار بکنیم، اینا رو دانه هر کدامشان کال خواسته باشیم بیایم استایلشان رو تغییر بدیم. استایلشان تغییر میکنه. مثلا این قسمت اگه من میگیرم کامپیوتر را میگیرم، میگم که چی باشه، ای هیدینگ یک باشه، هیدینگ یک باشه. هاردویرش هم میگم که چی باشه، هیدینگ دو باشه. همین که هیدینگ دو رو شما میگیرین سه خودش پیدا میشه. ببینید کامپیوتر بخش اولی ما هست میشه هیدینگ یک، هاردویر بخش دوم هست که میشه مربینیم یک بخش از کامپیوتر هست میشه هیدینگ دو. حالا اگه ما بخوایم یک بخش از هاردویر رو بگویم مثلا مثل ماوس، ای پس ای چون زیر دسته زیر شاخه همین هاردویر هست میشه هیدینگ سه. هیدینگ سه دوباره میبینین، هیدینگ چهار دوباره چی شد پیدا شد. امید به این صورت ادامه داره تا نو هیدینگ ادامه داره و ای متن میایه. اینجا ما بیم در سافتویر، سافتویر چون خودش مربوط خود کامپیوتر هست، ای خودش میشه چی هیدینگ دو. که ما به این صورت اینا رو ما چی کده میتونیم هیدینگ داده میتونیم. هیدینگ میگیره و اینا رو ما میتونیم که چی کنیم تغییر بدیم. حالا ای بخش خب بینداری کامپیوتر اینا رو میتونه هر کدامشان خواسته باشین در روش بین راست کلیک بکنین. راست کلیک بکنین یکی گفته چی اپدیت هیدینگ تو مش سلکشن. اپدیت هیدینگ تو مش سلکشن ای چی میگه به ما، اینمی هیدینگ نظر به اینمی سلکشن که از اینجا داره. حالی با این استایل این متن من انتخاب کردم با این استایل داره، اینجا راست کلیک میکنیم اپدیت هیدینگ تو مش سلکشن، میبینه هیدینگ یک باز به اون استایلی که ای داشت به من چیکار گرفت. ولی من نمیخوام که ای رو داشته باشم، میگم همون اولی بهتر بود. پس ما تا برم اولی رو مجور کنم وقت ما میگیره. پس ما میگم کنترل زد، کار را که شما انجام دادین کنترل زد از اونجا چی میکنه پس میاره. ولی اگه دوباره ما کنترل وای بگویم پس ما به اون حالت میبره. کنترل ایکس دوباره چی میکنه باز پس میاره. کنترل ایکس و کنترل وای، کنترل وای همون کار را که شما انجام دادین شما را به پیش میبره، ولی کنترل زید ما رو چی میکنه از همون حالت از همون کار باز دوباره پس میاره. و اینا رو ما میتونیم که چی کنیم استایلاشان رو تغییر دادن میتونیم. روش راست کلیک بکنین، اینجا چیزی گفته به نام مودیفای. مودیفای مهمتر است از کلشان. خب بیا از این قسمت فونت یا استایلش انتخاب کن، چی استایل رو میخوای که دو باشه. مثلا من میگم ایریال باشه، الانش هم ده چی باشه سنتر باشه، از در مرکز باشه، الان از در مرکز باشه، از یک قسمت بولد هم باشه، آن
ایتالیک هم باشه، مثلا رنگش به چه صورت رنگ داشته باشه میگم ایتالیک رنگ هم داشته باشه، اندازه یا سایزش چقدر باشه میگم 20 باشه. این استایل هاشون انتخاب کرده میتونین همین که بگین اوکی. حالا ای یک دانه که نظر بهیدین که ای یک جور شده بود، ببینین چی شد، به ای صورت جور شد. و به همین ترتیب ما کلشان رو میتونیم که چی کنیم، کلشان رو میتونیم ما تغییرات بیاریم. حالا هر کدام اینا که باشه، معمولا متن ها این متن ها که از نظر به هیدینگ نرمال جور میشه. رینیم گفتن دیگه چی کده میتونی؟ رینیم کده میتونی، یعنی میره حالا که خواسته باشین رینیم کنین، باز رینیم رو کده میتونی. فعلا هیدینگ دو است، شما حالا که هر نامی را که خواسته باشین میتونی که به او بتین و او را رینیم بکنین. remove from style gallery همیر میتونی شما از این قسمت remove هم میتونین، یعنی پاک بکنین. خب من پس کنترل زاید میکنم که چی شما پس بیایه. Add gallery to quick access toolbar. Add gallery to quick access toolbar. یک مازدن چی میشه؟ از اینجا هیچ کدام تغییراتی به ما در این قسمت چی کرد؟ به ما کدام تغییراتی به ما ناورده و ایره به ما در چی کرد؟ در قسمت access toolbar ما اضافه کرد که باز ما دلیل بعدی باز access toolbar را باز بخیر میخوانیم. این قسمت ها را که ما مهمترین بخشش ای بود که ما می آمدیم این قسمت تغییرات می آوردیم که می تانیم چی کنیم؟ تغییرات بیاریم این آرمه. خب و این قسمت شما بیاین در اینجا دوباره کلیک بکنین، در این قسمت وقتی کلیک میکنین سعی کنین این بخش ها دوباره ما هیدینگ ها و استایل های دیگه را داریم. ولی باز با ما اینجا چی گفته؟ create style. بیا یک استایل خود جور کنید، استایلی که میخوایی نامش میگه که انتخاب کن. حالا نامش هر چی باشه نامش رو میگیرین و اینجا چی میگین؟ میگین که چی شما مودیفای شد. مودیفای وقتی میزنین دوباره همون بخش میه همون استایل رو کالی خودتان میخواین که برش بیتین. مثلا میگیم که رنگش به این صورت باشه، اندازه خط به این اندازه باشه و ایتی اگه استایل میگین که ما میخواییم که جور کنم. سکرین یک چیز به نام استایل یک در اینجا چی شد؟ جور شد. خب کامپیوتر که هیدینگ یک بود این ای قسمت این متن ما میگم این نظر به استایل یک همین استایل رو که ما اینجا جور کردیم به این صورت شما میتونید که چیکنین یک استایل رو بیاین جور بکنین. و اینجا چی گفته؟ کلیر فرمتینگ این مینج در اینجا همین استایل رو که شما در اینجا دادین همین استایل رو که در این قسمت دادین میگین کلیر فرمتینگ. فرمت شه با ما میای چی میکنه؟ کلیر میکنه همین فرمت یه بود چقدر بزرگی داره یا رنگش هر چیزی که هست ای رو میای به ما از اینجا فرمت شه با ما کلیر کرد یعنی پاک کرد. اپلای استایل. اپلای استایل ای چی میکنه؟ اپلای استایل که با ما بیا اپلای بکنه. ما در اینجا داروی هاردویر دو کلیک کردیم سعی کنین باز میام در اینجا apply style. در این apply style چی میکنم؟ کلیک میکنم. این میگه که فعلا تو از چیزی که در این بخش گرفته شده هیدینگ دو است. من میگم هیدینگ یک دو نه همین استایل یک بگیره. میگه باش. ببینین این نظر به همون چیز از اینجا شما چی کده میتونین؟ تغییر داده میتونه. گیر به این صورت بیاین از اینجا تغییرات بدین. در اینجا شما میبینین که از این علامه داره ای خودش داره و اینجا با ما هم این استایل های رو که ما کار کردیم این استایل ها کلشان در اینجا لیست شده که چی استایل ها رو در اینجا مثلا کار شده هیدینگ ها نه چیزی که در اینجا با ما نمایش داده میشه این استایل هایی که در اینجا نمایش داده میشه این استایل ها رو با ما کلشان با ما اینجا چی میکنه لیست میکنه که این لیست استایل ها میگه که در اینجا وجود داره اگه خواستی میخوای استفاده بکنی میتونی که از اینجا بیای و استفاده بکنی. و بخش بعدی که در اینجا میبینین find. find به معنای پیدا کردن. find یعنی پیدا کردن. و اینجا کلیک بکنیم و داروی find به این کلیک بکنین اینجا به ما یک فضای جای نوشته به اینجا میاد که ما میتونم یک هر لغت رو که خواسته باشم به من اینجا نوشته بکنم و اینجا به ما چی بشه همون بخش به ما پیدا شم. کامپیوتر میبینین کامپیوتر به ما چی کرد؟ اینجا پیدا کرد. اینجا مثلا ما بیایم ویدیو را در اینجا
نوشته بکنیم ویدیو میبینیم. سعی کنین چقدر ویدیو یعنی که ویدیو میگه که هست اینا کلشان به ما چی کرد به ما لیست کرد کی کار رو به ما میکنه و این همه فایند که ما از فایند را یک از اینجا استفاده میکردیم و دیگهش ما میتونیم از یک شارتکت به نام کنترل اف کنترل اف رو که بزنیم به ما چی میکنه همه بخش به ما میاره و یک چیز دیگه ای داره به نام چی ادوانسد فایند ادوانسد فایند اینجا به ما چی میگه میگه کدام بخش میخواهید که من چی کنم پیدا بکنم و اینجا فقط چی داره بعضی گزینه ها داره ادوانسد فایند یست اینجا به ما میتونم من مشخص بکنم که کم اگر بیایم هایلایت بکنم یا هایلایت هاشان رو پاک بکنم یا بیایم کلوز بکنم این از کار فاین آل و دیگه چی از گو تو یعنی برو با که اینجا ما میتونیم مثلا پیج نمبر رو خود وارد بکنیم با صفحه چند میخواییم مثلا بریم صفحه یک برو این حال ما با صفحه یک هستیم دیگه هر صفحه ری خواسته باشین شما میتونین که به اون صفحه نمبر شا بتین و او چی کنه در اونجا میره دیگه چی گفته ریپلیس ریپلیس یعنی جایگزینی ریپلیس به معنای جایگزینی ای که شما بین یک لغت تا چی کنین جایگزین بکنین اینجا فاین وات گفته فاین وات مثلا من میگم که همین ویدیو 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 پیدا شد و ویدیو جای به جای ویدیو چی بیه بچه ویدیو مثلا میگم که افغانستان بیا و اینجا گفته ریپلیس یک ریپلیس است و دیگهش ریپلیس آل است ریپلیس همو لغت که تا حالی دروی شما کلیک کرده باشین همو لغت با ما فقط تبدیل بکنه و دیگه ریپلیس آل یعنی تمامشان هر چقدر که ویدیو مثلا چیزی که به نام ویدیو هست میبینین این 10 تا ریپلیس میبینین گفته چی شد انجام شد و 10 تا در اینجا افغانستان افغانستان میبینین که به این صورت آمد به ما تغییر کرد و دیگهش هست به ما سلیکت سلیکت یعنی کار انتخاب همیشان انتخاب میکنی یا نه که ما به این صورت هم ما میتونیم انتخاب بکنیم دیگه از طریق ماوس هم انتخاب کرده میتونیم یا از اینجا مثلا میری انتخاب بکنی سلیکت آل تمامشان با ما انتخاب میکنه سلیکت آبجکت یک بخش با ما انتخاب بکنه select all the text with the similar formatting همه متن هایی که چی داره همه متن هایی که در این پاراگراف کلیک بکنه در این پاراگراف ما کلیک میکنیم که اینمی حالا از اینجا میگم که همه اون متن هایی که امی رقم استایل داره با ما چی که انتخاب کن میبینین کامپیوتر هاردویر با ما انتخاب نکرد فقط متن که امی توی ایزیگ استایل داشت ایر با ما انتخاب کرد سلکشن پن سلکشن پن فعلا میبینید که چیزی به ما نشان نمیده و این سلکشن پن ما در اینجا فعلا استفاده کرده نمیتونیم که این ما در قسمت تصویر شیپ اینا که بریم باز در اینجا به ما سلکشن پن همچی میشه نشان داده میشه که این از بخش قسمت هوم تمام شد و از جلسه بعدی ما قسمت اینزرت را شروع میکنیم که یک مقدمه بگویم اینزرت جایی هست که ما میتونیم بخش ها را اضافه بکنیم عکس تیبل هر چیزای دیگه شکل ها چارت ها اینا رو ما میتونیم به اون داکیومنت خود اضافه بکنیم که اینزرت خودش هم به معنای اضافه کردن می باشه جلسه بعدی باز از قسمت اینزرت باز شروع میکنیم